مردم عزیز بنده به عنوان یک رزمنده جرمم این استش که از طریق عناصری که دارن تخریب میکنن در مقابل مفسدین ایستادن و به خاطر همین تنها جرم انتصابی بنده مبارزه با فساد با فقر با تبعیض اتهاماتی هم به بنده میزنن میگن مثلا دو تا تجدید توی دیپلم آوردی ما خجالت 15 روز از جنگ من برگشتم و قصر شیرین بودم اومدم خودم امتحان دادم دو تا دو تا گرفتم یا یه ترم مشروطی داری یازده ما با ماشین مسافرکشی میکردم و بچه داشتم زن داشتم اینا اون چیزایی است که آدم رو می آزارد میفرمایند محل تحصیل بنده من تو دانشگاه علوم تهران درس خوندم اگر شما رفتی خارج از خارج برگشت داخل بنده کنکور منده کنکور امتحان دادم بنده رزیدنت شدم به خاطر اینکه دستم معلولیت داشت گفتن برو پزشکی هستی اگر میدانید نگید اگر نمیدانید بدانید دیگه نگید مایه خجالته نکته دومی که وجود داره این هستش که این فرمان نامزد پوششی انشالله دیگه دفعه آخری باشه که این فرمایید اگر بنا باشه کسی پوششی باشه شما اصلی ترین نامزد پوششی هستید اومدید 8 سال افتضاح دولت رو پوشش بدید نمیشه مردم دارن میبینن دارن لمس میکنن قرار بودش که قرارگاه اقتصاد مقاومتی بخوره تو مملکت نتونستید یه قرارگاه قرارگاه مرغ زدید تو بحث نهادها یکی از کسانی که متهمه آقای همتی است بنده با عدد و رقم خدمتون خواهم گفت بی تدبیری ایشون مردم مرغ رو کسی و هزار تومن نه ایشون دیگران هم بودن ایشون هم بود مستدل صحبت کنیم مردم یادتون هستش گفتن که ما رکود رو, رو رد کردیم پیک کرونا رو گذشتیم تحریم لغو شد رونق اقتصادی ایجاد شد چرا به مردم دروغ میگیم ما مردم صداقت میخوان مردم دانش میخوان مردم ارزه میخوان دو هزار میلیارد پول چاپ کردید دیخید تو بازار پدر مملکت رو در وردید یعنی شما شدید نامزد معمولی مم... شما یک کاندیدای معمولی هستید آقای همتی بگذاریم شما با استقلال بانک مرکزی موافقید با این قانونی که تو مجلس هست موافقید اگه موافقید رسما بگید تو هم میگم تو مجلس چی گفتید تنها کاری که ما میکنیم این استش که دولت رو از جلوی ملت میکشیم کنار در خدمت ملت ما قرار میدیم بانک رو در خدمت تولید قرار میدیم بازار سرمایه رو خط تلاش اصلی سرمایه گذاری در کشور قرار میدیم و برای او منابع و عناصر توسط ملت تأمین میشه اما دولت خودش رو پشتیبان بازار سرمایه میدونه نه اینکه دست و جیب مردم بکنه 300 هزار میلیارد تومان وزیر اقتصاد گفته دولت سال گذشته از بازار سرمایه برداشته برای چی ورداشته دولت آی روحانی به چه حقی ورداشته؟ مال مردم برای چی بشته؟ مسیر غلط گذشته و امروز باید اصلاح بشه ملت باید همگی به میدان تغییر و تحول بیایم و بدونیم که خودمون رو باید اصلاح کنیم ابتداعا من توقعم از دوستان عزیزم این هستش که ما وعده ندیم وعده های مختلف ندیم ما بگیم چیکار میخوایم بکنیم با ملت یک تحول بزرگ ایجاد کنیم ملت عزیز ما برنامه جامعی داریم سال اول مچکر. تغییر سال چهارم تحول رو مشاهده خواهید کرد در همه, همه از شما جناب آقای زاکانی